دوستان عزیز، این نه تکنولوژی جدید نمیشه بهش گفت، ولی کنان اومده کاری کرده که ما با دوربینای DSLR و میرورلساش بتونیم این تصاویر رو بگیریم. و چه نفعی داره این تصاویر رو ما اگه توی یوتیوب بذاریم، شما به راحتی میتونید با حرکت، اگه با گوشیتون نگاه میکنید، با حرکت دو گوشیتون تمام زوایای راست و چپ و بالا و پایین رو ببینید. مثلا 180 اگه با عینک ببینید قطعا بازم این اتفاق میفته. و یا اگه تو کامپیوتر دارید نگاه میکنید، با حرکت موس کامل میتونید اطراف رو ببینید. حالا از این تکنیک واسه چی میخواییم استفاده بکنیم؟ خب خیلی جاها میتونیم، الان یه سری آیدیای جدید داریم برای تولید یه سری ویدیوهای آموزشی، برای موزیک ویدیو و در بحث کامرشیال هم معرفی صنایع و جاهایی رو که میخوان کامل همه ببینن. در بخش موزه ها شما میتونین استفاده بکنین که موقعی کامره داره آروم حرکت میکنه بتونن همه اطراف هم کامل ببینن. حالا غیر از اون، من دوربین رو به سمت خودم میپیچونم. ببین با تمام واید بودنش چقدر، من حتی گوشی موبایلم درسته با این فاصله میگیره، ولی با این کوالیتی و بدون دیستورتشن، خب یه ذره توی گوشی های موبایل همه دماغا گنده میفته. حالا من نمیدارم خروجی اینم بگیرم، شاید دماغ منم الان نیاز به عمل داشته باشه طبق این کامرا. ولی همین الان فاصله کامرا با خودم یه چیزی هلوهوش فکر میکنم 15 سانت باشه. بزنید یه بچه یه سلفی هم خودم بگیرم اینجا، خودم با خودم ببینم چه اتفاقی میفته. فقط یه اشکالی که داره این برای ادیت کردنش، نگاه کنید الان این قطعا میارم ببینید اوها چه ویدیوشو بگیرم. اوکی الان نگاه کنید با این فاصله دارم فیلم میگیرم، اینو ادیت میکنم روی چیزه، ببینید چقدر با فاصله کم میشه تصاویر خوبی تهیه کرد. این کجاها خوبه؟ مثلا توی بحث دکوراسیون داخلی به فرض نگاه کنید الان فاصله بین من و کامرا، ببینید الان این درخت نگاه کنید، تصویرشو بهتون توی چیز نشون میدم. حالا این کجا میتونه کمک کنه به هم؟ این تصاویر تو بخش کسایی که کار دکوراسیون داخلی میکنن، خب میتونیم با فیلم برداری، خب خیلی جاها کوچیکه، تنگه، با استفاده از لنزهای خیلی واید باعث اوجاجای شدید و دیستورتشن های شدید داری میشیم تو عکس. ما چیکار میکنیم؟ یا بتونیم با این میتونیم موقعی از فاصله 10 سانتی و یا 20 سانتی میتونیم تصویر بگیریم که همه چی دقیق باشه. خب قطعا تو بحث فیلمی که داره گرفته میشه دوستان میتونن به خوبی همه زوایا رو ببینن. یا تو بحث معرفی جاهایی که خیلی فضای کمی داری و مجبوری که دوربین رو بچسبونی به قول معروف به سوژه، از این لنز میشه استفاده کرد. از نظر درجه‌ای بخوام بهتون بگم فکر کنم 5.4 باید باشه لنزه، من کمترین چیزی که داشتم 12 بود. و الان یه نسخه دیگه، یه لنز جدید داره برای سریای 7 فکر میکنم کنون اشتباه نکنم، اون زاویهش 3، من دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم. ببینید الان این انگشت من رو که داری میبینید دارم میارم نزدیک تا زیر دوربین، تا زیر لنز، هنوز انگشت، اگر قسمت پایین ویدیو رو ببینید انگشت من رو داری دیده میشه، یعنی مماس با لنزه. ببینید چه زاویه‌ای داره این. یه تکنولوژی همینجوری داره پیش میره، فکر میکنم دیگه نیاز به خودمونم نباشه و خودتون راحت به اینجا قدم بزنین، همه طرفه چرخین. با اینکه با دوربینای 360 که الان ساخته شده، مثلا اینستا 360 یا ریکو، مثل دوربین هم ساختن که 360 میگیره، ولی اونا خب با سیموس های کوچک. ولی توی این قسمت الان ما داریم 8K فیلم برداری میکنیم و خروجیه که به ما میده شما تصویر بسیار
شارپ و خوبی به صورت 4K خواهید داشت. دیگه بس زیادی خودمون دیدیم، برگردیم این بر. اینجا اومدیم که یه خونه رو به نمایش بذاریم برای فروش. زمین بسیار بزرگ. یه چرخ کوچیکی هم بزنیم که اگه خواستین تست کنین و ببینین که این کامیرا چجوری کار میکنه. از خواهی میکنم این لنز چجوری کار میکنه، نه کامیرا. هر کار میکنم کفشان تو تصویر نباشه، یه بعد دست دراز نگه داری، خب فیلم برداری سخت هم میشه. داستان درست میکنم دیگه. الان فردا یه تی بایمون میام میفروشم، میگم به خاطر اینکه کفشات نخواد بیفته بیا اینجا رو بکنم.